پیشنهاد طرح زیرساخت 547 میلیارد دلاری دموکرات‌های مجلس نمایندگان ایالات متحده. بالاترین سطح استخدام دائم شرکت‌های انگلستان از سال 1990، رشد صادرات و واردات چین، افزایش قیمت نفت، رشد ارزهای کالایی و سیاست بانک مرکزی روسیه مانع از ارائه تجارت ارز رمزنگاری شده می شود. در مشروع اخبار آنچه باید در بازارهای مالی امروز بدانید را به سمع و نظر شما خواهم رساند. با عرض سلام و شب بخیر، فریبا هستم از شبکه خبری پرسکیز. امروز جمعه 4 ژوئن 2021 برابر با 14 خرداد ماه 1400 با اخبار اقتصادی در خدمت شما هستم. مشروع اخبار: پیشنهاد طرح زیرساخت 547 میلیارد دلاری دموکرات‌های مجلس نمایندگان ایالات متحده. گروهی از دموکرات‌های مجلس نمایندگان ایالات متحده قرار است روز جمعه قانونی را تصویب کنند که اجازه می‌دهد 547 میلیارد دلار هزینه اضافی برای طرح‌های زیرساخت اختصاص دهد، طرحی که بیشتر به اصلاح جاده‌ها و پل‌های موجود در ایالات متحده و افزایش بودجه برای راه آهن و ترانزیت اختصاص می‌یابد. رئیس سازمان حمل و نقل و زیرساخت‌های خانه پیتر دفازیو در بیانیه‌ای گفت که این پیشنهاد فرصتی برای استفاده از برنامه‌های حمل و نقل ما از دهه 1950 و به سمت آینده انرژی پاک ما را به دست می‌آورد. طرحی که توسط دفازیو و سایر کمیته‌های ارشد دموکرات معرفی شد، 343 میلیارد دلار برای جاده‌ها، پل‌ها و ایمنی مجاز، همچنین 4 میلیارد دلار زیرساخت شارژ وسایل نقلیه الکتریکی است. در طرح دفازیو همچنین 109 میلیارد دلار برای ترانزیت و 95 میلیارد دلار برای راه آهن پیش بینی شده است، از جمله بودجه 3 برابری برای راه آهن مسافربری آمتراک به 32 میلیارد دلار می باشد. بایدن می خواهد بیش از 8 سال 1 تریلیون دلار هزینه اضافی صرف هزینه های زیرساخت در بزرگ راه ها، پل ها و ترانزیت کنند، در حالی که جمهوری خواهان خواستار هزینه های جدید حدود 250 میلیارد دلار شدند. در بازار ارزها شاخص دلار امریکا با 0.4% افت به سطح 90.14 واحد رسید. دلار استرالیا و دلار نیوزیلند به ترتیب با 1% و 0.85% رشد نسبت به دلار امریکا بهترین عملکرد در روز را داشتند. در بازارهای سهام امریکا امروز و در اولین ساعت معاملاتی شاخص داو جونز کار خود را با 0.35% رشد آغاز کرد. همچنین S&P 500 و نزدک نیز به ترتیب 0.54% و 0.83% رشد کردند. و البته طلا با 1% افزایش در قیمت 1893 دلار معامله شد. بالاترین سطح استخدام دائم شرکت‌های انگلستان از سال 1990. کارفرمایان انگلیس ماه گذشته با سریع‌ترین نرخ از زمان ثبت سوابق در اواخر دهه 1990 کارمندان دائم خود را به خدمت گرفتند که این نیز نشانه دیگری از بازگشت سریع اقتصاد از بیماری همه‌گیر کووید 19 است. کیت شوزمید، معاون مدیر اجرایی REC گفت ما اکنون طی چند ماه گذشته یک تصویر ثابت داریم که نشان می‌دهد اعتماد به نفس در حال رشد است و برنامه‌های استخدام در حال اجراست. شوزمید گفت با افزایش تقاضا، مهارت‌ها و کمبود نیروی کار که قبلا در انگلیس وجود داشت بیشتر مورد توجه قرار گرفتند و کرونا فقط آنها را بدتر کرده است. این مهمترین مسئله در حال حاضر در بازار کار است و این امکان را دارد که روند بهبودی را کاهش دهد. اما در ادامه در بازار سهام اروپا، در حال یوکی صد لندن 0.08% افت را ثبت کرد، داکس آلمان تا 0.1% رشد کرد و CAC 40 فرانسه نیز 0.06% افت داشت و به دنبال آن شاخص ساکس 600 رشد 0.15% را ثبت کرده است. رشد صادرات و واردات چین. نظرسنجی رویترز نشان داد که صادرات چین در ماه می، در حالی که شرکای اصلی تجاری این کشور
از رکودهای ناشی از بیماری همه‌گیر خارج شدند، رشد سریع را افزایش داده است، در حالی که افزایش قیمت مواد اولیه باعث افزایش ارزش واردات شده است. اگرچه اثرات پایه آماری کاهش چشمگیر یک سال پیش در بالا نگه داشتن رشد تجارت مشاهده شده است، اما تقاضای واقعی نیز بهبود قابل توجهی یافته است. طبق پیشبینی متوسط در نظرسنجی رویترز از 21 اقتصاددان پیش بینی می شود صادرات در ماه می 32.1% نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد که عمدتاً مطابق با 32.3% در ماه آپریل است. این نظرسنجی نشان داد که میزان واردات در ماه می 51.5% در مقایسه با یک سال قبل افزایش داشته است که بالاتر از رشد 43.1% در ماه آپریل است. تحلیلگران علت این جهش را افزایش قیمت کالاها احیای مجدد تقاضای داخلی دانستند. وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه اعلام کرد انتظار دارد محموله‌های خروجی در نیمه اول سال 2021 رشد خوبی داشته باشد و اما در بازار سهام آسیا در حالی که شاخص نیکی 225 ژاپن عمل کرده ضعیفی داشت و با 0.4% افت بسته شد، شاخص هانگسنگ 0.17% افت کرد و شانگهای چین با 0.21% رشد در آخرین روز معاملاتی هفته به کار خود پایان داد. افزایش قیمت نفت، قیمت نفت خام روز جمعه با افزایش روند صعودی اخیر که به اوج‌های چند ساله در میان خوشبینی افزایش تقاضای سوخت در جهان پس از بیماری همه‌گیر در حال بهبود است، افزایش یافت. اعتماد به نفت در بازار نفت جریان دارد که تقاضا در نیمه دوم سال افزایش خواهد یافت، زیرا ایالات متحده، چین و اروپا با وجود بازگشت کووید 19 در مناطقی از آسیا از بیماری همه‌گیر بهبود می‌یابد. تحلیلگران آی‌ان‌جی گفتند با توجه به اینکه اکنون برنت بیش از 70 دلار در هر بشکه معامله می‌شود، فشار برای افزایش تولید رشد خواهد کرد. در معاملات امروز نفت خام امریکا با 1.2% رشد به 69.65 دلار در هر بشکه رسید و نفت برنت نیز با 1% افزایش در 72.03 دلار به ازای هر بشکه خرید و فروش می شود. سیاست‌های بانک مرکزی روسیه مانع از ارائه تجارت ارز رمزنگاری شده می‌شود. بانک خصوصی تینکاف در روسیه به دلیل موضع‌گیری سخت بانک مرکزی در مورد دارایی‌های دیجیتال در تلاش است تا معاملات ارز رمزنگاری شده را به مشتریان خود ارائه دهد. خبرنگاری CNBC گزارش داد مدیر عامل تینک آف اولیور هیوز گفت که این بانک مایل به ارائه خدمات تجارت ارز رمزنگاری شده به مشتریان خود است، اما با سیاست‌های بانک مرکزی روسیه امکان پذیر نیست. این مقام اجرایی خبر را روز پنجشنبه در مجمع بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ اعلام کرد و اظهار داشت در حال حاضر هیچ مکانیزمی برای ارائه این خدمات در روسیه وجود ندارد، زیرا بانک مرکزی این موضع بسیار سرسخت را دارد. و اما امروز در بازار ارز رمزها بیت کوین با 6% افت در محدوده 36389 دلار معامله می شود. اتریوم و لایت کوین هر کدام به ترتیب 7% و 8% افت کردند. همچنین ریپل امروز افت 8.6% را تجربه کرد. با سپاس فراوان از توجه شما عزیزان به بخش خبری از شما دعوت میکنم برای دریافت اخبار لحظه به لحظه بازارهای مالی کانال تلگرامی ما را به آدرس @pureskillsnews دنبال بفرمایید. شب و روزگارتون خوش، فرخنده و پیروز باشید.